هم میهنان. از همه دوستان میخوام که در این فراخوان ها شرکت کنند و از فراخوان ها حمایت کنند و نگذارند خون جینا ها، کیان ها و خدا نور ها، ابوالفضل ها، حدیث ها فراموش بشه و جمهوری اسلامی رو اینجوری راحت رها نکنید. همراه بشید، همت کنید، اتحاد همبستگی تا جمهوری اسلامی بره، تا جمهوری اسلامی از بین نره. ما روز خوش نداشتیم و نخواهیم داشت. من خیلی خوشحالم که جدیدن شورای امنیت میخواد کمیته حقیقتیاب تشکیل بده و امیدوارم که از اون لحظه ای که خمینی وارد ایران شد و در دادگاه های 5 دقیقه عمرای ارتش رو اعدام کرد و بعد در قتل های دهه 60، قتل های زنجیره‌ای بعدش و بعد کشتن مردم در آبان 98، زدن هواپیما و کشتن امروز که مردم رو در کف خیابون داره میکشه و به دنیای دیگری نسبت میده جز خودش، همت کنن، همراه بشن تا جمهوری اسلامی بره. و من شنیدم که جمهوری اسلامی گفته خودم کمیته حقیقت یا تشکیل میدم. سوال میکنم خامنه ای کمیته حقیقت یا رو میخوای با رئیسی امروز که رئیس جمهورت هست و قاتل دهه 60 تشکیل بدی؟ نه، ما میستیم تا جمهوری اسلامی بره و به اون مزدورایی که اسلحه‌های خامنه ای رو در دست گرفتن و مردم رو در کف خیابون دارن میکشن تذکر میدم هر چه سریعتر بیاد به مردم به پیوندی که به زودی تمام میشه جمهوری اسلامی و شما رو در حضور ملت شما ها رو محاکمه میکنیم و باید پاسخ بدیم. فاطمه سپهری آذر 1401، زندان وکیل آباد مشهد. درود بر شما، به کیوسک خوش آمدید. در اولین روز از دور جدید اعتصابات در ایران با خبرهای از آخرین وضعیت انقلاب مردم ایران همراه شما هستیم. وضعیت بحرانی و شکننده نظام، عذرخواهی رسمی خامنه ای در تلویزیون، افشای فایل محرمانه جلسه شورای ائتلاف، اعتراف به کشتار زاهدان، اذعان به دروغ درباره کشتار ایزه. از صبح روز دوشنبه 14 آذر ماه اعتصابات سراسری 3 روزه در ایران آغاز شد. تا کنون ویدیوهای بسیاری از بسته بودن محل کار و کسب بازاریان منتشر شده است و در 10 شهر طبق فراخوانی که از هفته پیش اعلام شد، مغازه‌ها و پاساژها کرکره‌ها را پایین کشیده و اعتصاب کردند. در تهران بخشی از بازار بزرگ، طلافروشان و کفاشان، سنگلج و امامزاده یحیی، کسبه پشت مسجد شاه تا پامنار، لاله‌زار و سعدی، باغ سپهسالار و بخش‌هایی از مقوا و کاغذ فروشی ها در ظهیر الاسلام، فروشگاه ها در خیابان پهلوی، ستارخان و بازار مبل دلاوران، عبدالاباد و بازار آهن در اعتصابات به سر می برند. نازیاباد 14 آذر، بیشتر مغازه ها امروز توی اعتصاب هستند. بیشتر مغازه هایی که بازن سوپرمارکت و رستوران هستند. در بازار چراغبرق حوالی ساعت 10 صبح مردم شعارهای زیادی علیه حکومت سر داده و از جمله فریاد زدند این همه لشکر آمده، به جنگ رهبر آمده، مرگ بر دیکتاتور. آنها خطاب به نیروهای امنیتی نیز شعار بیشرف بیشرف سر دادند. ساعتی بعد نیروهای امنیتی به گفته یکی از شهروندان که ویدیو ارسال کرده مانند پشگل به این بازار ریختند. شهروندان گزارش دادند دور تا دور میدان انقلاب و فردوسی نیروهای امنیتی و پلیس ضد شورش مستقر است. در تهران پارس و آریا شهر نیز نیروهای امنیتی مستقر هستند. در کرج، گوهردشت، فردیس، شهریار، مارلیک و مهرشهر اعتصاب است.
بازاریان و کسبه در سایر شهرها از جمله تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز، کازرون، سنندج و دیگر شهرهای کوچک و بزرگ همزمان با تداوم اعتصاب کامیونداران و تانکرداران، صدها نفر از کارگران چند واحد صنعتی نیز دست از کار کشیده و اعتصاب کردند. گسترش این اعتصابات با وجود همه تهدیدات نشان می‌دهد که حکومت بیشتر از هفته‌های اخیر کنترل اوضاع را از دست داده است. در واکنش به اعتصابات گسترده سه روزه که دوشنبه 14 آذر ماه 1401 آغاز شده است، رسانه‌های حکومتی اغلب سکوت کردند. همزمان کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصولگرایان و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ویدیوهایی از مغازه‌هایی که در سطح شهرها با اعتصاب همراهی نکردند منتشر می‌کنند و از شکست فراخوان می‌گویند. این در حالی است که تا ظهر دوشنبه صدها ویدیو از اعتصاب بازاریان و کسبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. لطفاً برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها باخبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم. وضعیت بحرانی و شکننده نظام، عذرخواهی رسمی خامنه ای در تلویزیون. آذر منصوری دبیر کل حزب حکومتی و اصلاح طلب اتحاد ملت ایران از دیداری با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی در روز یک شنبه 13 آذر ماه خبر داده است. او در یادداشتی که در وبسایت امتداد منتشر شده گفته راهکارهایی از جمله آزادی معترضان، اصلاح قانون اساسی، تشکیل مجلس مؤسسان و غیره را برای عبور از بحران کنونی و اصلاح حکمرانی با او در میان گذاشته است. او اشاره می‌کند که یکی از پیشنهادات شمخانی برای آرام کردن مردم حضور خامنه ای در تلویزیون و عذرخواهی رسمی از مردم است. آذر منصوری میگوید با سلام خدمت حضار گرامی و عرض تسلیت به همه هموطنان، خاص هموطنانی که در ایام سوگواری دختران و پسران جوان و کودکان و عزیزان خود هستند. در اقصی نقاط کشور از زاهدان و کردستان گرفته تا بندر انزلی و گیلان و خراسان و اصفهان و آذربایجان و خوزستان و تهران، همه آنها که در این اعتراضات جان باختند فرزندان ما هستند. اگر قرار است گفتگو به حل منازعه ختم شود، علی‌القاعده باید مشروط و منوط به پذیرش عقلانیت استراتژیک برای گفتگو باشد. به تبع اگر به گفتگو به عنوان امری ابزاری و تاکتیکی نگاه شود، نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. نباید تجربه گفتگوهای بعد از اعتراضات آبان 98 را از نظر دور داشت که اگر نتیجه داشت، حاکمیت به سمت یک دست سازی کامل به پیش نمی رفت. طبعا اگر انتخابات از معنا و مفهوم تهی نشده بود و جامعه مدنی می توانست به نقش واسط خود قدرتمند عمل کند، امروز اعتراضات به خیابان کشیده نمی شد و مطالبات از مسیری به مراتب کم هزینه تر به نتیجه می رسید. ببینید، در همین یک فقره پوشش زنان و گشت‌های ارشاد سالهاست انذار و هشدار داده شده و پیشنهاد دادیم که کافیست گشت ارشاد جمع شود و مقاومت مدنی در این سطح در برابر این اجبار گسترش پیدا نکند. با آقای شمخانی به این جمع‌بندی رسیدیم که باید در سه سطح حاکمیت تلاش کند که این شکاف‌ها را پر کند. در سطح اول و در کوتاه مدت با مردم گفتگو کند، خطاها را بپذیرد، مثلا رهبری بیاید در تلویزیون از مردم عذرخواهی کند. چه اشکالی دارد؟ مگر نه اینکه هر چیزی برای حفظ نظام واجب است. بلندگوهایی که نفرت می‌پراکنند و مردم را عصبانی می‌کنند کنترل کنند، مثل برخی ائمه جمعه و تیترهای روزنامه کیهان. اینستاگرام، واتساپ، توییتر و تلگرام و فیسبوک و کلاب هاوس را رفع فیلتر کنید. لااقل به یکی از احزابی که درخواست مجوز تجمع کردن مجوز بدهید. وزرای علوم، ارشاد، آموزش و پرورش و ارتباطات را متناسب به خواست جامعه تغییر دهید. ترکیب شورای نگهبان را تغییر دهید. طرح صیانت را متوقف کنید. زندانیان سیاسی و معترضان را آزاد و صدور احکام اعدام را متوقف کنید. این حجم از اخبار احضار و بازداشت و اخباری که از برخی از زندان‌ها مانند زندان قرچک می‌رسد، خودش برانگیزاننده خشم بیشتر مردم است. لباس شخصی‌ها که برخی خود عامل به خشونت کشیده شدن اعتراضات هستند را جمع کنید. در سطح دوم و میان مدت، از حالا مقدمات انتخابات آزاد و سالم و رقابتی را برای انتخابات 1402 فراهم کنید. برای حل مسئله تحریم‌ها و نجات اقتصاد کشور، مشکلات و چالش‌ها با آمریکا و غرب حل شود و سیاست‌گذاری‌ها برای استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور اصلاح شود. در مورد حجاب همون که گفتم کافی است گشت‌های ارشاد جمع شود تا پوشش زنان ایران
متناسب با هنجارهای جامعه معدل خود را پیدا کند. و در سطح سوم بلند مدت باید قانون اساسی مبتنی بر حقوق ملت و کاهش عواملی که این حقوق را تضعیف می کند اصلاح شود. پیشنهاد تشکیل مجلس مؤسسان می تواند در این شرایط راهگشا باشد. این اقدامات باید مرحله به مرحله طی شود اگر اراده‌ای نه برای جمع شدن که برای حل مسئله وجود دارد. گام‌ها در سه سطح و مرحله به مرحله باید انجام شود. ما نه برنامه‌ای برای انتخابات داریم و نه به دنبال سهمی در قدرت هستیم. آنچه برای ما مطلوب است تحقق یک حکمرانی خوب در کشور است که خیر ملک و ملت را توامان به دنبال خواهد داشت. بیانیه آذر منصوری و شمخانی برای انجام این تغییرات نشانی بی سابقه از وضعیت بحرانی و شکننده نظام می دهد. افشای فایل محرمانه جلسه شورای ائتلاف، اعتراف به کشتار زاهدان و اذعان به دروغ درباره کشتار ایزه. بر اساس فایل صوتی نشست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب که گروه بلک ریوارد در اختیار ایران اینترنشنال گذاشته، نهادهای جمهوری اسلامی به اشتباه فاحش ماموران کلانتری زاهدان در شلیک به مردم از جمله دو کودک اذعان کردند. رضا داوری دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در این نشست همچنین میگوید که سخنان محسن رضایی درباره دستگیری عامل شلیک به خودروی خانواده کیان پیرفلک در مرز ماکو درست نبود است. بر اساس این فایل صوتی غلامعلی حداد دل رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب از رضا داوری دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب می‌خواهد که در ابتدای این جلسه گزارشی درباره اعتراض‌ها ارائه کند. داوری در گزارش خود درباره سیستان و بلوچستان روایتی درباره کشتار 8 مهر زاهدان ارائه می‌کند که با روایت‌های رسمی تناقض دارد. به گفته داوری ماموری که بالای کلانتری بوده اشتباه فاحشی کرده و در حین تیراندازی به منطقه دیگری که دور از پاسگاه بوده شلیک کرده که تعدادی زن و مرد و کودک شهید شدند که در ماجرا نبودند. داوری همچنین میگوید که فرد بازداشت شده به عنوان متهم نقش داشتن در شلیک به خودروی خانواده پیرفلک که به کشته شدن کیان پیرفلک منجر شد بازداشت نشده است و فردی که خبر بازداشت او اعلام شده یک قاچاقچی سلاح بوده است. محسن رضایی معاون اقتصادی رئیسی در جلسه شورای تامین شهرستان ایزه گفته بود دو تا سه نفر از عوامل حادثه تروریستی ایزه در حال فرار از کشور از مرز باکو دستگیر شدند و در حال بازگشت به سمت اهواز هستند.